سلام دوستان و عزیزان، در خدمتون هستم. برای فال جدید با هم میپردازیم به این موضوع که اگر که شما منتظر این شخص بمونین بهتره یا اینکه اگر برید. خب با هم دیگه این شرایط مقایسه میکنیم. دوستان عزیز، من برای این فال مثل اغلب فال ها دو تا انتخاب میذارم، ببینید کدوم یکی انتخاب شما هستش. یا منتظرش بمونید یا بروید. خب انتخاب اول ببینید پروانه هست، عدد 6 دوستان، و اینکه انتخاب دوم خانواده هست و عدد 36 عزیزان. من کارت رو جمع میکنم میذارم کنار و من خوش آمد میگم به دوستانی که تازه عضو کانال شدین. خیلی خوش آمدین یاران عزیزان، و مثل همیشه سپاسگزار و قدرشناس تمام زحمات شما اعضای محترم کانال هستم. دوستان انتخابتون رو انجام بدین. دوستانی هستن دوتا رو نگاه میکنن، یه نفر انتخاب اول، اونایی که نمیتونن انتخاب کنین، انتخاب اول مال شما هست. من تصمیم میگیرم براتون. اونایی که میگین که دو گزینه بد هست نذارین، این انتخاب اول مال شما هست. هر کسی یک جوری فال ها رو نگاه میکنه اونو میذارم به عهده خودتون. من سخن کوتاه میکنم و میرم سریوسش سراغ انتخاب اول. سلام به دوستان و عزیزانی که انتخاب شما انتخاب این کارت زیبای پروانه بود. پروانه من ببینید چه چیزی رو به شما میده اگر منتظرش بمونین یا برید. من دارم میرم حرف از تغییرات داره میزنه اینجا. با یک گل بهار نمیشه. من احساس میکنم که در ارتباط با شخص مورد نظر شما، حالا هر چیزی که هست، دارم میگم که اینجا دوستان عزیز تغییراتی برای شما در راه است. هر تغییری که باشه این تغییر برای شما بسیار خوب و قشنگ خواهد بود. من قبل از اینکه برم سراغ کارت های دیگه، اولین کاری که میکنم دوتا کارت های شما رو اینجا بیرون کشیدم و سه تا دیگه کارت میکشم و ببینیم که و تکمیلش رو میکنم با تاروت. ببینیم اولا چه خبر هست، انرژی هایی که بین شما دو نفر هست در حال حاضر منتظرش بمونید یا بروید. خب من اینجا ستا رو اوکی ببینیم چه خبره. یکی دو تا و سه تا و میذارم کارت رو کنار. ببینیم کارت بعدی بهتون چی میگه. اپ 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 و مخلوط میکنیم کارت رو. فکر کنم کافی هست اینقدر مخلوط کردن ها. خب و اما بریم ببینیم که از تاروت هم استفاده میکنم، از تاروت کبیر و یا آرکان های ماژور، و ببینیم که آرکان های ماژور به شما چه چیزی رو میگن. یکی دو تا و در آخر سه تا و من این کارت ها رو میذارم تو. خب ببینم چه خبره.
الان دارم میبینم که دوستان عزیز توجه کنین، شما انرژی هاتون به هم دیگه وصل هستش، این بالا کارت های بالا نشون میدم، ولی مثل میمونه که حالا یا با هم دیگه صحبت نمی کنین یا همینجور، حالا بعدا کارت های پایین رو بهتون میگم. احساس میکنم که مثل این میمونه که یک مکالمه ای که از بین رفته باشه، در کنار هم افتادین، چسبیده به هم افتادین. شخص مورد نظر شما دوستان عزیز توجه کنین، کسی هستش که میل به این داره که مستقر بشه، میل به این داره که یک جا مثل بذری که میکاریم و اینکه این بذر تبدیل به یک گیاه کوچک میشه و اینکه کم 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 تنومند میشه، یک درخت تنومند میشه. بهبودی شرایط زندگیش، بهبودی اگر مشکلات سلامتی داره، مشکلات سلامتیش، مسائل خانوادگیش، به طور کلی دوست داره که یک به یک ثبات بخواد برسه. مسائل واقعا شخص دوست داره که نفس بکشه. ببین وقتی که شما این درخت رو نگاه میکنین یاد چه چیزی میافتیم؟ یاد تنفس میافتیم دوستان. خب در ارتباط آنچه که شاید تا حالا براش مشکل بوده، اگر که اتفاقات سنگینی در زندگیش افتاده، این شخص بیشتر تمرکزش روی این مسائل هست. شما دوستان عزیز دارم براتون میبینم که بهبودی شرایطتون رو دارم میبینم. بهبودی شرایطتون اولا دارم میبینم که پر از امید و آرزو هستین عزیزان، و اینکه شما ببینید دور براتون آدم زیاد میبینم، حالا این آدم همین شبکات اجتماعی که توش هستین هست که دارم میبینم که باعث میشن که یه وقتای شبکات اجتماعی حتما بد هم نیستن، باعث میشن که ما شرایطمون روحیمون بهتر بشه، چیزهای جدیدی رو یاد بیاموزیم. دارم میبینم اینجا شما به سمت بهبودی شرایط، شما به سمت بهبودی شرایطتون دارین میرین، مخصوصا شرایط مادیتون. در روزهای آینده، ماهای آینده، حالا بسی که داره در آینده نزدیک، دارم میبینم که شما مسئولیت شما بزرگتر داره میشه و اینکه تنومندتر هم به همین صورت دارم میبینم دارین میشید. امکان اینکه شما با شخصی، حالا این شخصی در کنار شما هستش، ولی با شخصی که آدم قوی باشه از نظر شخصیتی و مسئولیت پذیر هم باشه، اینجا ممکن هستش که وارد رابطه هم بشین دوستان. اوکی، این چیزی که این کارت های بالا میگن. کارت های پایین میگن بین شما یک فاصله ای هستش. حالا این فاصله ممکنه فاصله جغرافیایی باشه که برای رسیدن به هم دیگه باید یک راهی رو به قول معروف طی کنیم. حالا جالب اینجاست، اینجا بدونین که شخص مورد نظر شما که اینجا افتاده، خب دارم میبینم که اون کارت ستاره‌ای که اون بالا بود اومده براش این پایین افتاده، مال شما بود اومده براش این پایین افتاده. شخصی هستش که اونم دارم میبینم که اون میلش برای متشردش اونم بهبود پیدا کنه و به یک ثبات زندگیش برسه، و اونم دارم میبینم که این کار رو داره انجام میده. اون هم ممکن هستش که زیاد روی شبکات اجتماعی باشه. انعطاف پذیر این شخص در آینده دارم میبینم بیشتر خواهد شد. شما دوستان عزیز دارم میبینم که ببین تغییر کردین، تغییر خیلی بزرگی کردین در ارتباط با این شخص، و برای شما مسئله‌ای که بین شما منتظرش بمونم، یعنی که منظره سختی بوده برای شما و پوست شما کاه شده، برای یک سریا خیلی سنگین تمام شده و دیگه اون شخص قبل نیستین، و بیشتر ببینیم دارم میبینم که دو طرف، طرفین حالا به چه چیزی نگاه میکنیم، به اون استقلال خودمون نگاه میکنیم. ببینیم برای که وقتی که بر من پوست من کاه شد، من که دیگه دیوانه نیستم که هر دفعه پوستم که داره به وجود میاد جهنم، در جهنم که نمیخوام زندگی کنم، برم خودم رو در آتیش بندازم. پس دارم میبینم که فعلا شما بهبودی شرایط زندگیتون دقیقا مثل اون شخص، با اینکه همدیگر نگاه نمی کنین و اینجا فاصله ای که بینتون افتاده دارم میبینم، یعنی احساس میکنم اهداف شما تقریبا یکی هستش اینجا. اوکی، حالا بریم ببینیم که کارت های دیگه، من کارت ها رو جمع میکنم میذارم برای دوستان دسته دوم و ببینیم با هم دیگه کارت های دیگه در ارتباط با این شخص چه چیزی میگن. بمانید یا بروید. منتظر بمانید یا بروید. خب کارت تغییری که بود در کنار شما افتاده بود با کارت پروانه من ربطش میدم. خب یه سریاتون تازه دارم میبینم. پروانه زیباییش اینه که وقتی که از اون به قول معروف پیلش در میاد،
مثل میمونه که واقعا اتفاقات سختی، انتظاری که برای شما بوده سخت بوده، ولی تغییر کردین، خیلی تغییر کردین دوستان. خب ببینیم با هم دیگه کارت های بعدی رو. من از دست کارت های استفاده میکنم. ببینین ببخشید من دنبال دست کارت میگردم و اینکه پیداش کردم دست کارت رو. کارت هم من استفاده میکنم. ببینیم با هم دیگه کارت بهتون چی میگه. از دو دسته کارت تاروت استفاده میکنم دوستان عزیز. این میشه اگر بمانید، این میشه اگر منتظر نمانید. خب ببینیم با هم دیگه چی میگن. خب پس اگر منتظر بمونم، دوستان عزیزی که اینجا دارن این فالو نگاه میکنن، چه خبر خواهد شد؟ من کارت ها رو براتون یک یک از دست کارت ها دیگه میکشمشون و نگاه میکنیم با هم دیگه. من ببرم کارت ها رو اینجا میذاریم و اینم به همین صورت و بریم ببینیم چه خبره. خب اگر شما منتظر بمونید، از نظر انرژی، از نظر اینکه رابطه شما با هستی چگونه خواهد بود، من باید این کارت رو بپوشونم. سریع سر این کارت رو بپوشونم که یوتیوب حذفش نکنه. خب و اگر منتظرش نمانید چه خواهد شد؟ دوستان توجه کنید، ازتون خواهش میکنم حتما لایک کنید و اینکه توجه کنید که این فال ها عمومی هستند. زندگیتون رو بر اساس این فال ها بنا نکنید دوستان. هر کانالی، هر فالی که نگاه میکنید، فال رو به عنوان یک سرگرمی و یک آگاهی نگاه کنید، نه اینکه به عنوان اینکه واقعا این چیزی هستش که برای من اتفاق میفته و زندگیتون رو بر تصمیمات مهم زندگیتون رو بخواید بر اساس اون انجام بدید. خب دوستان من اینجا دارم میگم که اگر که شما بخواید در این رابطه بمونید، دارم میگم که زحمت شما زیاد خواهد بود. زحمت شما زیاد خواهد بود. من پشت کارت هارم نگاه کنم براتون بخونم. و اینکه همیشه در یک دوگانگی باقی میمونید، یعنی منتظر این هستین که یا کسی بیاد تصمیم بگیره، تصمیمی گرفته نشه و همیشه در یک چهارراهی هستین که با تمام زحماتی که کشیدین باید انتخاب بشم یا انتخاب کنم. خب در یک این حالتی هستش، احساس وجود داره ولی احساسی که احتیاج به زحمت و تلاش داره و زحمت شما مضاعف خواهد شد. شما همیشه در این حالت هستین که تلاش میکنم برای آینده ولی آینده نمیدونم آیدم میشه یا نه. اگر منتظر نمانید، انرژی که از کائنات به سمت شما هستی به سمت شما میاد دوستان عزیز، این هستش که شما رو اگر منتظر نمونید، همیشه من بهتون میگم دوستان توجه کنید، انرژی انتظار مسدودیت میاره. خودتون رو از یک مسدودیت داریم باز میکنید. خب و دیگه اون حالتهای عالم هپروت بودن و معصومانه عمل کردن دیگه وجود نداره. خودم رو ببین مسائل از دید منطقی نگاه میکنیم و نه اینکه نمیخوام بگم معصومانه، معادل خدای نکرده نادانانه هستش، ولی به هر حال یه مقدار از این حالتی که خودتون رها میکنین از یک راهی، شاید این رابطه روحی، شاید کارمیکی که با هم دیگه داشتن، خودتون رها میکنین، از یک تله خودتون رها میکنین، از یک بستگی زندگیتون رو در میارین. خب این حرفی که کارت ها به من میزنن. خب بریم ببینیم که از نظر که دیگه چه خبر خواهد بود. ببینید دوستان، اگر که از نظر فکری من اینجا دارم میبینم که اگر منتظر بمونین همیشه در انتظار هستین. این کارت این حرف رو میزنه، باز هم حرف از به قول معروف تلاش میزنه. خب
و اینکه همیشه میبینید در یک انتظاری هستیم و همیشه باید این شعله رو نگه داریم که این رابطه جلو بره. خب همیشه روی خودتون باید کار کنم، باید تلاش کنم، باید مدارا کنم با خودم، با دیگری، و این شعله رو بخوام نگه دارم. کارت های بدی نیستم، ولی من اون چیزی که هست رو برای شما میخونم. اگر منتظرش نمونین از نظر فکری، از نظر ذهنی، دوستان دارم میبینم که به هر حال یه سری استراب هایی رو داری. بخواد نرمال طبیعی هست، وقتی که من عادت کردم به یک مسئله، همون انتظارم بخوام عادت کنم، دارم میبینم که خب یه مقدار آدم رو متزلزل میکنه. و اینکه دارم میبینم که ولی مسائل زندگیتون دیگه، دارم میبینم که به هر حال اون حالت استاندبای نداره. باز همین کارتی که استاندبای بوده و یکی برگشت، وقتی که برگرده یعنی که دیگه اون حالته که بخوام استاندبای داشته باشم نیست. و اینکه استرابی که ممکن هستش که در زندگی شما در قبل در مورد انتظار که باید روی خودتون کار کنین، زحمت بکشین داشتین، اینو دیگه به صورت روزانه نیستش، ممکنه بیاد سراغتون بره ولی به صورت روزمره شما نیستش دوستان. و اینکه اینقدر احتیاج به تلاش و پشتکار و انتظار دیگه وجود نداره. و یه مقدار من احساس میکنم که مغزتون تعجب میکنه وقتی که ببینید که شما در انتظار نباشه. خب بریم ببینیم اگر که شما در انتظار از نظر درونی چه خواهد شد اگر منتظرش باشین. اگر منتظرش نباشید، خب اگر منتظرش باشین از نظر درونی، همون عشق، مهر، محبت، ببین اون خونریزی که از نظر احساسی دارین که منتظر هستم عشقم رو پای تو میریزم فلان میکنم، همه اینا هستش دوستان. و اینکه دارم میبینم که ولی خوشحال و خوشنود نیستین از شرایطتون، همیشه احساس میکنین که خلای احساسی که در درون شما هستش، شرایط اونجوری نیستش که من دلم میخواد. بعد بهتون گفتم مدام در حال این هستین که یک شعله‌ای رو در درون خودتون روشن کنین. و اگر که به قولن منتظرش نمونین دوستان عزیز، من دارم اینا پایان انتظار، اینجا برای من کارت پایان انتظار هستش. خب یک مسئله‌ای رو که شاید دوره نقاهتی رو به قول معروف پشت سر گذاشتن دیگه، پایان تمام. خب و اون ولی یه مقدار احساس شاید بکنین که دیگه نمیخوام روی خودم کار کنم، احتمالش هستش دیگه. یه مقدار ببینین استرسی که بالا بود، دیگه انگیزه خاصی ندارم. ولی خب ببینین هر کدوم که خودتون میلتون هستش شما انتخاب میکنین. من کارت ها رو براتون میخونم اونجوری که هستن. خب من احساس میکنم بیشتر عزیزان، اونایی که منتظر نیستین، یک دوره داره به پایان میرسه براتون. و اینکه این همه تلاش های بیخودی که کردم، دیگه نمیخوام انتظار، دیگه انتظار وقتی که به پایان برسه دیگه نمیخوام روی خودم الکی برای یک رابطه بخوام کار کنم. خب بریم ببینیم که از نظر زندگی حالا احساسی شما چه پیش خواهد آمد، زندگی احساسی شما چه تغییری خواهد کرد اگر منتظرش بایستید. خب اگر منتظرش بایستید دوستان عزیز، توجه کنین، در یک بنبست خواهند بود که در این بنبست دست و پای شما گیر هستش، نمیتونم جلو برم و نمیتونم عقب برم و باز هم کارت تلاش افتاده. خب و تلاش شما بر این خواهد بود مدام که خودتون رو که به قول معروف، یه اولا که این کارت تنهایی هستش و همیشه حس تنهایی داشتم ولی از زندگیم لذت بردم، خودم تک و تنها باید لذت ببرم و همیشه در یک ایستی هستم، همیشه یک وزنه به پای من وزن هستش و اینکه باید نگاه همو عوض کنم و نمیتونم عوض کنم. خب باید یه نفر بیاد منو باز کنه، دست و پای شما بسته هستش، در یک بلا تکلیفی به سر میبرین که بلا تکلیفی شدیدی اینجا من میبینم. اگر که از نظر احساسی، از نظر دنیای احساسی، با دنیای احساسی خودتونم میبندین و یه حس مجرد بودن من اینجا دارم میبینم. اگر منتظرش نمونین دوستان عزیز، من احساس میکنم که ممکن هستش که منتظرش نمونین، یه مقدار مضطرب بشین و یه مقدار مسائل نفهمین که به قول معروف کجا دارین قدم میذارین. ولی اینجا من کسی رو دارم میبینم که از این متزلزل بودن تزلزل در میاد. از نظر دنیای درونی، در دنیای احساسی شما این گونه خواهد بود. آیا که من اینجا ملاقاتی میبینم، ببینم اگر منتظرش بمونی آیا اون شخص قدمی به سمت شما برخواهد داشت. اگر که منتظرش بمونی اون شخص، من دارم میبینم دوستان عزیز، ممکن هستش که بین خودش و شما فاصله بذاره دوستان.
بین خودش فاصله بذاره و یک حس حالت جنگ رو برای شما به وجود بیاره، لج و لج بازی و از این چیزا رو براتون به وجود بیاره. خب و ما بریم ببینیم که اگر که منتظرش نباشیم به چه صورت خواهد بود شخص، اون شخص با شما چه کار خواهد کرد. اگر منتظرش هم نباشین، چه منتظرش باشین چه منتظرش نباشین، دوستان این شخص من دارم میبینم که برحال در ارتباط با شما اون چیزی که شما مد نظرتون هست رو آید شما نخواهد کرد و نه چه منتظرش باشین چه منتظرش نباشین، دارم میبینم که نه اینجا کسی هستش که اهل تعهد نیستش و کسی هستش که من دارم میبینم که برحال سعی نمی کنه که بخواد کاری کنه که شما رو راضی نگه داره یا اینکه بخواد بیاد قدمی به سمت شما برداره دوستان. خب آیا شما با کسی وارد رابطه خواهین شد؟ من اگر منتظرش، حالا اصلا به طور کلی اگر که شما منتظر شخص باشین یا نباشین آیا وارد رابطه خواهین شد؟ بله. ببین دوستان بر شما روشنایی دارم میبینم، اگر منتظرش نباشین دارم میبینم که اینجا دوستان عزیز کسی هستش که وارد زندگیتون میشه و اینکه شما رو از این حالت در زندگی شما از استاند بای بودن در خواهد آورد و اینجا دارم میبینم دوستانی هستین که اینجا خوشحال و خندان هستین و مهر محبت و گرما وارد زندگیتون میشه. پشت کارت ها اینجا رو توجه کنین دوستان، اگر منتظرش نباشین ببینید زندگی شما به یک تعادل میرسه و اگر منتظرش باشین ببینید در یک حالت اینکه یک نطفه، یک مسئله کوچیک، یک مسئله که فقط در خواب و خیال و در ذهن هست باقی میمونه. امیدوارم که تونسته باشم جوابهایی رو بهتون داده باشم از این نظر. دوستان اون شما هستین که تصمیم میگیریم برای زندگیتون. من فقط دلم میخواد از کارت ها یک سال دیگه بپرسم چه توصیه‌ای به شما میکنن کارت ها. بهتون میگن به سرنوشت اعتماد کنید. خب و حرکت کنین. دو تا کارت حرف از حرکت میزنن دوستان. خب حرکت کنین، به سرنوشت اعتماد کنین و از این حالت ها در بیاین. فکر نکنین، در یک حالت استند بای خودتون رو باقی نذارین دوستان. حالا یه سری ها هستن که در خونتون هم صف نگرفتن، افرادی که دارن میان. خب با خودتون عهد کنین که من منتظر کسی نمیمونم. خب دلیل نداره که حالا جار بزنین همه جا، ولی با خودتون عهد کنین من منتظر تو نیستم. بنویسین برای خودتون. این گونه هستش که سرنوشت کمکتون میکنه وارد فاز جدیدتون میکنه. به سرنوشت اعتماد کنین، حرکت کنین. خب این کارت دل کندن و خودتون رو رها کردن هستش و اینکه زمانی من خودم رو رها میکنم که اعتماد میکنم که سرنوشت بهترین ها رو برای من رقم خواهد زد. خب دوستان این فال شما بود و میبرم که خوشتون اومده باشه. من روی ماهتون رو میبوسم و بهتون میگم روز و روزگار خوش. سلام به دوستان و عزیزانی که انتخاب شما انتخاب این کارت خانواده بود. خب ببینیم که آیا منتظر این شخص باشید یا نه. من برای این خواندن این کارت ها از دو دسته کارت استفاده میکنم، از دو تا دسته کارت تاروت استفاده میکنم. بریم ببینیم با هم دیگه تاروت چی بهتون میگه دوستان عزیز. ولی قبل از اینکه برم سراغ خواندن کارت های تاروت دوستان، من کاری که میکنم این هستش که از یه آماری میگیرم از آنچه که بین شما هست. دو تا کارت شما رو بیرون آوردم اینجا و اینکه سه تا دیگه کارت میکشم و همچنین خب یه کارت افتاد پس میذارمش اینجا. اوکی و بریم ببینیم کارت های دیگر رو با هم دیگه. دو تا دیگه میکشم براتون، یک و دو. خب این شد سه تا. حالا من اینا رو مخلوط میکنم و کارت ها رو میریزیم. اولا که دارم میبینم که انرژیاتون به هم وصل هست ولی احساس میکنم یک سردی بین شما وجود داره. شخص مورد نظر شما دوستان به مشکلات فکر میکنه و به یک جدایی فکر میکنه. اینجا دارم میبینم که ببین کسی هستش که
این جدایی ممکن هستش اگر که از هم فاصله دارین، دوستان به هر حال منتظرش باشین یا نه، یعنی که فاصله دارین برش سخت بوده، ولی همه چیز برش روشن هستش. اینجا من کارتا رو با هم دیگه جمع کنم و دارم میبینم که آدمی هست خیلی مضطرب، خیلی مضطرب و در کنارش هم انرژی مار افتاده، ممکن هستش که انرژی منفی دور برای این شخص زیاد باشن و به هر حال هر چیزی که هست دارم میبینم که اگر از هم خیلی دیگه مسئله جدایی شما پررنگ هست به این مسئله فکر میکنه و براش دارم میبینم که اینجا به هر حال به مسئله سنگین فکر میکنه. در ارتباط با شما، شما به سمت تازگی دارین میرین، شما به سمت یک مسئله بهتر دارین میرین، مسئله میخواین توی زندگیتون باشه که حال شما رو خوب کنه و اینکه نه اینکه باعث اذیت و آزارتون بشه. یه سریتون اگر فرزند دارین به سمت فرزندانتون بیشتر دارین حرکت میکنین، و اگر فرزند ندارین و میلی به اون دارین دارم میگم بیشتر به فکر این هستین که برای خودتون شاید تشکیل خانواده بدین دوستان، اوکی؟ یا اینکه فرزنددار بشه. خب من کارت شما رو اینجا هم برداشتم گفتم و اینکه سه تا کارت هم از اینجا میکشم و اینکه بریم ببینیم با هم دیگه چه خبر است. من کارت رو برگردونم و سه تا کارت رو از اینجا میکشیم و هم دیگه دو تا رو اینجا بذارم ببینیم، یکی دو تا و اینجا هم سه تا سومی ببینیم. تا نازک هستم، مخلوط شدنشون مقدر مشکل. خب من فکر کنم کافی هست و میتونیم ببینیم چه خبر. خب اگر تعهدی بین شما بوده دوستان، اگر مسئله ازدواج بوده، هر چیزی که هست دوستان عزیز توجه کنید، من دارم میگم که این شخص در به یک بن‌بست با شما رسید. دیدیم اینجا همه چیز براش روشن هستش، اینجا یک جدایی هستش و شما هم دارم میبینم که اینجا به هر حال تصمیمی که گرفته شده بهش احترام میذارین. دارم میبینم که همه چیز برای شما روشن هستش و حالا میل شما، حالا برای یک سری ها میل شما این هستش که شاید مسئله بین شما رسمی بشه، که چه ازدواج باشه و چه طلاق باشه. این رسمی شدن این مسئله ازدواجی که بین شما یا تعهدی که بین شما هست اینجا دارم میبینم اون شخص در مقابل شما ایستاده تکان نمیخوره و شما دارم میبینم که نگاه میکنین به اینکه روابط، یعنی مسئله بخواد رسمی بشه و متعادل بشه، چه اینوری چه اونوری. شما بیشتر دیدگاه مهربانانه ای دارین و دوست دارین که آنچه که به قول معروف عدل هست اتفاق بیفته، عادلانه است، چه چیزی هست. اون شخص در مقابل شما دارم میرم که اینجا ایستاده دوستان. خب من کارتا رو جمع میکنم و اینکه ببینیم با هم دیگه کارتای دیگه چی بهتون میگن. خب همونجور که بهتون گفتم از دو تا دسته کارت استفاده میکنم دوستان. یکی دسته کارت برای اگر منتظرش بمونین، یه دسته کارت برای اگر منتظرش نمونین. من جای کارت ها رو عوض میکنم به خاطری که بر دوستان دسته اول از این دسته کارت ها برای اگر نمونین بود، این دسته کارت برای که اگر که منتظرش بمونین چه پیش خواهد آمد. کارت ها مثل که میخوان خیلی حرف بزنم، من آرومیشون کنم و اینکه هر موقع که احساس کردم که آماده هستند برای شما کارت ها رو میکشم. دوستان عزیز یه جاهایی مجبور هستم کارت ها رو بپوشونم به خاطر اگر نپوشونم کارت ها رو ممکن استش که یوتیوب ببره فیلم رو قطع کنه اصلا به طور کلی، یا اینکه به هر حال بلایی سرش در بیاره. خب ببینیم اولین کارت ها، اگر منتظرش بمونین شما این شخص از طرف عالم هستی کائنات چه مسائلی برای شما پیش خواهند آورد. اگر منتظرش بمونید دارم میبینم که قربانی بودن شما رو اینجا دارم میبینم، نارضایتی شما، ناهماهنگی که وارد زندگیتون داره میشه، خستگی مفرط، خب به زمین خوردن اینجا میبینم. خیلی کارتای سختی براتون افتادن اینجا، مثلا این کارت براتون، اوکی؟ و اینکه دوره ببین حس قربانی بودن رو من دارم اینجا میبینم. اگر که منتظرش نمونین دوستان چه پیش خواهد آمد؟ اوکی. اگر منتظرش نمونین برای من اینجا دوستان عزیز دارم میرم که مضطرب هستن عزیزان دل، ولی دیگه نمیخوایم برگردیم به اون حالت های تلاش
برای اینکه یک مدارا کردن و مذاکره کردن یا اینکه روی خودم کار کردن. استراب هایی رو دارین، ولی خب این از این حالت ها در میان، از یک انتظار و یک صبر در میان دوستان. خب اگه منتظر شمشین خیلی روشن واضح هستش، از یک مذاکره، از یک انتظار، این کارت صبوری هستش. خب از این حالت ها در میان، ولی احساس میکنم با اینکه یک سریا اینجا من میبینم که میل این که بخوان منتظر این شخص نباشن ندارند، و حتی این که مسائل برشون روشن باشه، با همه این احوال شاید خودتون یک جورایی شما آویزون این امید خواهید کرد. خب ببینیم کارتای بعدی رو، ببینیم از نظر فکری به چه صورت خواهید شد شما. از نظر فکری دوستان عزیز، من اینجا دارم میبینم که فکر این هستین که بسازم. خب از نظر فکری وقتی که در انتظار این شخص هستین، میخوام بسازم، فکر میکنین که برای خودتون یک جایگاه خاصی رو قائل هستین از نظر فکری، ولی لوژیک فکر نمی کنین، منطقی فکر نمی کنین، حقیقت رو نمی بینین و اینکه چشمتون رو روی یک سری از مسائل کلن لوژیک و حقیقی بستین. اگر که از این شخص دارم می بینم که منتظرش نمونین، دارم می بینم که برگشت عدالت و تعادل از نظر فکری، این دقیقا دوتا کارتی که متضاد هم دیگه میشن. اونجا من حقیقت رو نمی بینم و اینکه فکر میکنم کار درستی هست انتظارش و میتونم بسازم، در فکر ساختن میمونم. اینجا در فکر ببینید اینجا هستم که ببینیم یک عدالتی دارم میبینم که داره برقرار میشه از نظر ذهنی. باشه که اینجا من دارم میبینم که شاید اون آتش و شور و فلان و اینان برای شما برقرار نیست، ولی یک عدالت، یک تعادلی داره برای شما اینجا برقرار میشه. دیگه مجبور نیستم بخوام به خودم انگیزه اینو بدم که بخوام چکار کنم، هی باید مدارا کنم همجور که بود، هی باید یواش یواش را برم، آسه برو آسه بیا که گربه شاخت نزنه. حالا بریم ببینیم از نظر درونی به چه صورت خواهید بود شما. از نظر درونی اگر منتظرش بمونین و اگر منتظرش نمونین، خب اگر منتظرش بمونین دوستان عزیز، من دارم میبینم خستگی و عصبانیت شما رو دارم میبینم. خسته میشم، بیرمق میشم، خب عصبانی میشم، خشمگین میشم. به خاطر چی؟ به خاطر منتظر این هستم که یک چیزی روشن بشه برای من، ببین کارت برای چی این مسئله، به خاطر اینکه من منتظر این هستم که کسی بیاد جایگاه من رو به من بده، بگم یک حکمی صادر بشه، یک حرفی زده بشه. منتظر این هستم که یک شروعی داشته باشم، و برای این مسئله من خیلی خسته هستم. در انتظار همیشه بد است، انتظار اینکه جان بگیرم. اگر منتظرش نباشین، دارم میبینم که یک موقعیتی از نظر درونی، موقعیتی هستش دوستان عزیز که بخواین روی یک مسئله به صورت واقعی در زندگی خودتون انجام بدین، روی خودتون به صورت واقعی کار کنین، و مخصوصا اونجاهایی که شاید ترس هایی رو دارین و یا اعتماد به نفس هایی از شما سلب شده، به صورت واقعی بتونین از نظر درونی روی خودتون کار کنین. یه حرف از یک شروع واقعی اینجا میزنه. خب حالا براتون میخوام اینجا ببینم که از نظر مسائل به قول معروف احساسی به چه صورت خواهد بود اگر منتظر این شخص بمونین. دارم میبینم که باز هم کارت انتظار اینجا افتاده، انتظاری که هیچ دلیل برهانی نداره، که شما رو نامتعادل میکنه، چشم به راه بودن و انعطاف پذیری در جهتی که دارم میبینم که عدالتی در اون من نمیبینم دوستان. خب و کارمای خودتون رو سنگین کردن در واقع. اوکی؟ این از نظر احساسی. ببینیم اگر که منتظرش نمونین از نظر احساسی به چه صورت خواهید بود. خب اینجا هم باز دارم میگم اینجا تزلزل شما رو دارم میگم، احساس میکنین که یه چیزی ازم کم شده. ببین شاکرای ریشه با خانواده من اینجا با هم دیگه متصل میبینم، اینجا احساس میکنین یک موفقیتی از شما سلب شده، و باز هم ببینین دارم میبینم که یک انتظار دارم میبینم اینجا، با اینکه دارم میبینم که خودتون دارین از انتظار در میارین، ولی دارم میبینم باز هم دارم میبینم این دفعه شاید به خاطری که متزلزل شدم، شاید این دفعه
در رابطه دیگه در هر از نظر احساسی نگاه میکنم، دقت میکنم، برنامه ریزی میکنم و بعد عمل میکنم. احتمالش زیاد هستش. خب ولی با همه این احوال اگر که مسئله خانوادهی بین شما وجود داره ممکنه شما رو متزلزل کنه. این مسئله خانوادهی که بگین که اوکی وقتی منتظرش نمونم خانوادهی که گسسته میشه، ولی آیا در حالتی که شما هستین که باید در انتظار باشه آیا خانوادهی وجود داره؟ این سوال رو از خودتون بپرسید. خب ببینیم که از نظر این شخص برای شما چه کار خواهد کرد اگر که منتظرش بمونین. دوستان اگر منتظرش بمونید این شخص در ارتباط با شما قدمی بر نخواهد داشت و اینکه به راه خودش ادامه خواهد داد و اینکه تعادلی هم در ارتباط با شما برقرار نخواهد کرد. یک سخاوتمندی که شما شاید خیلی منتظرش هستین این شخص در ارتباط با شما برقرار نخواهد کرد. و اگر منتظرش نمونین به چه صورت؟ اگر منتظرش نمونید دوستان باز هم دارم میبینم که این شخص در ارتباط با شما کاری نخواهد کرد و اینکه چه اینوری چه اونوری درگیری دارم میبینم. ولی یک مسئله که من اینجا میدارم میبینم کاری که این شخص اتفاقی که میفته اگر منتظرش نمونید احساس شکست میکنه، احساس شکست میکنه و بار روانیش رو سنگین تر میکنه. ولی اینکه بگم در ارتباط با شما چه کار میکنه ممکن هستش که باعث جنگ و جدل هایی رو بشه. پس چه اینوری چه اونوری توجه کنید این شخص کاری نخواهد کرد. خب اما بریم ببینیم با هم دیگه آیا یک زندگی احساسی شما ببینیم که آیا کسی وارد زندگی شما خواهد شد. این سوال ازش از کارت ها میپرسیم آیا کسی وارد زندگی احساسی شما خواهد شد، چه حالا غیر از احساس، غیر از به قول معروف منتظر موندن یا منتظر نماندن. بله یک شروع دارم میبینم، یک ملاقات احساسی دارم میبینم، یک شروع احساسی برای شما دارم دوستان میبینم. اوکی چه در آینده شما من این چیز رو میبینم. من این قسمت رو بهتون گفتم در ارتباط اگر منتظرش بمانین یا نمانین. اینجا این قسمت رو بهتون میگم اگر منتظر شخص نمونین من احساس میکنم که مسائل دیگه ای برای شما ممکن است اتفاق بیفته که حال شما رو خوب کنه. خب ببینیم که حالا کارت ها چه توصیه ای رو برای شما دوستان عزیز دارن در ارتباط با این شخص. دوستان من دارم نگاه میکنم ببینم آیا من کارت دیگه ای باید برای شما میکشیدم یا اینکه نه همین کافی بود. خب آیا توصیه کارت ها به شما در ارتباط با این شخص چه چیزی هستش؟ میگه خوب فکر کنین، روشن سازی کنین. خب و خودتون رو از یک درگیری برای یک بار برای همیشه، مرگ یک بار، شیون یک بار در بیارید. ببین میگه که ببین زندگی احساسی یک مسابقه نیست دوستان. زندگی احساسی باید مثل یک بازی به قول معروف تنیس باشه یا یک بازی باشه که دو نفر با هم دیگه بازی میکنن، در یک زمین هستن. نمیدونم که روشن سازی کنین اونجایی که باید قطع کنین، یک چیزهایی رو قطع کنین، یک درگیری هایی رو از زندگی خودتون در بیارین و اینکه بندازینش بیرون. و حال این چیزایی بود که من دیدم. این تصمیم البته که با شما هستش. من روی ماهتون رو میبوسم و بهتون میگم روز و روزگار خوش دوستان و تا فال دیگه خدا نگه.